شهروندان که هنگامی ساختنی بینا، انشاءات یا خانه از زیر خاک یگان اسباب و آلاتی قدیمه را دریافت میکنند، در بیشتری حالت بازیافت ها را به آثارخانه برده میفروشند یا رایگان هدیه میکنند. سال 2019 از طرفی شهروندان به آثارخانه ولایتی چه مقدار بازیافت ها سپاریده شد؟ این سوال ما را وادار ساخت به مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند مراجعت نماییم. هنگامی آمدن به آثارخانه با یک چند سیاح واخوردیم که از آثارخانه ولایتی قلعه خوجند دیدن میکردند. وسیلی بدنف، سیاح روس از کشور آلتای به تاجیکستان آمده است و از زمینی سفر به خوجند از آثار گرانبهای تاریخی تاجیک تماشا میکرد. و سیاح روس هر یک نگاره و بازیافت های قدیمی تاجیکان تصورات دیگر میداد. از دیگر استرانه بسمترید، رود، получается как бы проходил. Равно интересно. Ну, что-то связано, получается, с нами все равно есть. Ну, у вас история еще древнее получается. Как-то, ну, красиво, мне очень понравилось и нравится. Просто друзья предлагали сюда, получается, прилететь, приехать. Сказали, здесь очень красиво, здесь природа красива. Ну, я хотел сравнить мою природу с вашей природой, как у вас здесь. Ну, так как я вот весной, получается, может, прилетел, такого еще не увидел. در مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند آثار قدیمه و با ارزش خلق تاجیک محفوظ نگاه داشته می شود. اسباب های قدیمه نگاه داشته در نتیجه تحقیقات های تاریخ شناسان و بازیافت های آرخئولوگان دریافت گردیده است. اما حالت های زیاده می شوند که از طرف شهروندان اسباب های با ارزش قدیمه دریافت می گردد. در 3 ماه یک مرتبه در آثارخانه خریداری اسباب های قدیمه گذرانیده می شود. بازیافت های شهروندان را کمیسیه آثارخانه نتیجه گیری نموده با آن نرخی موافق را میگذارند. در دوام سال 2019 در بابت خریداری اشیاهای تاریخی و فرهنگی از شهروندان یک چند اشیاهای تاریخی و فرهنگی به مانند خمهای گلین، دلچه، طبقه سفالین، طبقه میسینی حکاکی کرده شده و غیره مانند اینها کتاب‌های دستخط نادر در آثارخانه جمع آوری کرده شده. در دوام سال 2019 در بابت خریداری و قبول اشیاهای تاریخی و فرهنگی 9 جلسه خریداری نزد فاند آثارخانه گذرانیده شده. از شهروندان به مقدار عمومی 2652 عدد اشیاهای تاریخی، فرهنگی، سکه های گوناگون تاریخی، حجت ها و نسخه های خطی نادر، مواد های زمانی معاصر به مبلغ 60978 سومانی خریداری کرده شدند. از مقدار عمومی اشیا 2529 عدد اشیا رایگان قبول گردیده، 2361 عدد به فاند اساسی و 286 عدد به فاند یاری رسان وارد کرده شدند. در آثارخانه کمیسی تشخیصی هست. در کمیسی تشخیصی متخصصان دیده برآمده با اون نرخ گذاری می کنند که البته این نرخ گذاری موافق کرده می شد با متخصصان. موافق کرده شده نرخ گذاری بعد می ماند. از طرف ساکنی شهری خوجند پرویز جرایف هنگامی کافتن چقوری خومه پیدا شد که آن 2210 عدد تنگه های نقرگی یافت شد. شهروند این بازیافت نادر را به طور رایگان به آثارخانه ولایتی سپارید. حادثه دیگر این حالتی است که یک شهروند ولایت میخواست 3 عدد سکه های دوره گوناگون و 2 عدد آرایشات زنانه را که به عصرهای 18 و 19 راست میآمد به خارج برد. هنگامی گذرانیدن آن در نقطه های سرحدی از جانب مقامات نظارتی بازداشت شده قضیه به سود داده شد و با حلنامه سود بازیافت های تاریخی سپاریده شدند. شهروندان را دستگیر کرده به ما تنگه های دوره گوناگون آده به ما سپاریده شد که این تنگه ها به عصر 17، 18، 19 تعلق دارد. این عصر تنگه های البته تنگه های میس می باشد. جرایف پرویز در وقتی کافتن چخوری یک خمچه تنگه ها به مقداری 2210 عدد تنگه های دوره های گوناگون یافت شده است که با آثارخانه آن کس به طور رایگان به ما تعهد تحویل. خلق تاجیک تاریخی کهن دارد و نگهداری بازیافت های تاریخی برای هر یک دوره نو اهمیت خاص دارد. تشکیل آثارخانه ها این امکانیتی است که آدمان با تاریخ گذشته خود از نزدیک شناس شوند و از میراث گذشتگانی خود آگاه گردند. گزارش سومن حامد و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.